تصویر رضا شاه پهلوی پس از به قدرت رسیدن. او مجبور شد با اشغال خاک ایران کشور را برای همیشه ترک کند. عکسی از جنرال آرچیبالد ویول نفر وسط تصویر، فرمانده قوای انگلیسی در هندوستان، در جلسه با وینستون چرچیل نخست وزیر و دریادار جیمز سامرویل در می 1943. جنرال ویول فرمانده نیروهای انگلیسی بود که به دستور وینستون چرچیل از سه جهت ایران را مورد تجاوز و اشغال قرار دادند. تصویر رضا شاه بزرگ پس از اشغال ایران و در تبعید. فوزیه و محمد رضا شاه پهلوی، آریامهر، ولیعهد. این دو چندی پیش از اشغال ایران با یکدیگر ازدواج کردند. ادای سوگند محمد رضا شاه پهلوی در مجلس شورای ملی. حرکت قوای متفقین در خاک ایران، مکان نامعلوم. قوای متفقین در جاده های ایران، مکان نامعلوم. توقف کامیونی از قوای متفقین در حوالی تهران. عبور قطار حامل تجهیزات شوروی از خاک ایران سال 1943. خلبانهای شوروی آماده پرواز با هواپیماهای امریکایی در آبادان، تاریخ نامعلوم. خودروی زرهی انگلیسی در منطقه‌ای در حومه قزوین، جایی که برای اولین بار سربازان انگلیس و شوروی به هم رسیدند. سربازان قوای روس و انگلیس در مسیر تهران. سربازان قوای انگلیسی در مسیر تهران. افسر شوروی در حال شلیک. در پشت سر او خودروی زرهی در جاده قزوین در حرکت است. یکی از فرودگاه‌های متفقین در مکان نامعلومی در ایران سال 1943. قلبان انگلیسی با کمک کودک ایرانی تجهیزاتی را از داخل هواپیما خارج می کند سال 1943. هواپیماهای جنگی انگلیسی آماده برای کمک به شوروی در ایران، تاریخ و مکان نامعلوم. سه خلبان ارتش متفقین در کنار هواپیمای جنگی پیش از پرواز به سمت شوروی. عکسی نایاب از یک مهندس انگلیسی که در 19 ژانویه سال 1943 در پایگاه نظامی بریتانیا در بندرعباس روش کار کردن با تانک شرمن را به چند سرباز انگلیسی یاد می‌دهد. هواپیماهای جنگی امریکا آماده برای کمک به شوروی در مکانی نامعلوم در آبادان. ورود قوای متفقین به قزوین در جریان مسیر رسیدن به پایتخت ایران. سربازان شوروی در بیرون تنها هتل شهر قزوین در حال گفتگو. سربازان ارتش منحل شده ایران در حال تماشای قوای متفقین در حومه قزوین. عکسی از یک پزشک قشون متفقین که در یک درمانگاه صحرایی در ایران پیرمرد روستایی را معاینه می کند. روزولت رئیس جمهور امریکا برای نشست با چرچیل و استالین عازم تهران می شود.
آذرماه سال 1322 شمسی، نشست چرچیل در سفارت شوروی در تهران. از چپ به راست افسر ناشناس انگلیسی ژنرال جورج سی مارشال، سفیر بریتانیا در شوروی، هری هاپکینز مترجم استالین، مرتولوف وزیر خارجه شوروی، ژنرال وروشیلوف در سال نوامبر 1943. روزولت، چرچیل و استالین در میهمانی شام در سفارت انگلیس تهران. زادروز 69 سالگی چرچیل. ملاقات محمد رضا شاه پهلوی آریامهر جوان با روزولت در جریان حضور سران متفقین در تهران. این ملاقات چند دقیقه بیشتر به طول نینجامیده است. کمپ آوارگان لهستانی در نزدیکی تهران. با اشغال ایران به دست متفقین، پناهجویان لهستانی از شوروی وارد خاک ایران شدند و در شهرهای مختلف اسکان یافتند. شماری از زنان لهستانی آواره که در کمپ پناهجویان جنگ در تهران زندگی می کنند. سرباز ارتش متفقین در حال نگاهبانی یا پاسبانی در کمپ پناهجویان لهستانی در تهران. معاینه پناهجویان لهستانی در کمپ آوارگان در نزدیکی تهران. چند زن لهستانی در کمپ پناهجویان لهستانی مشغول شستن لباس. دیکتاتورها شکست خواهند خورد. تصویری کمیاب از دو پوستری که قوای متفقین همزمان با اشغال ایران در کشور پخش کردند. دیکتاتورها شکست خواهند خورد. تصویری کمیاب از دو پوستر که قوای متفقین همزمان با اشغال ایران در کشور پخش می‌کردند. اینک نوبت ژاپن است. تصویری از یکی از پوسترهایی که متفقین در ایران پخش می‌کردند. عکس یادگاری محمد رضا شاه پهلوی آریامهر، فوزیه همسر و شهناز اولین فرزندش پس از به قدرت رسیدن و در میان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران. به امید آگاهی، آزادی و سربلندی و نیز بازگشت به عظمت و شکوه گذشته خودمان ایرانیان. پاینده، ایران و ایرانی.